مؤمن وقتی دچار بلا میشه رضایت به دنبال اذیت میشیم اما لذت میبریم. بله آیه سال، مادری که ساعت 3 نصف شب بلند میشه میره بچه‌شو شیر میده اذیت میشه یا نمیشه؟ بله که اذیت میشه. خب اما راضیه چون نتیجه رو میبینه. مهاتما گاندی میگه فهم علت و حکمت سختی ها باعث میشود که انسان علاقمند به سختی ها شود. این که من دارم میرم باشگاه فهم. نتیجه این که میرم باشگاه این همه زحمت میکشم آقا کاره و همین آدم یه بار رو کار کن مثلا آجر بنداز نمیره. برای چی این سختی رو؟ برای اینکه فهم حکمت اینه یا میخوام ورزیده بشم. امام باقر میفرماید شایسته ترین بندگان خدا کسی است که به قضای خدا تسلیم باشد، کسی که خدا را شناخت و راضی به قضای او شد و خدا به او پاداش بزرگی داد، و کسی که از قضای الهی ناخشنود باشد باز هم قضا بر او جاری شود و پاداشی نمیگیرد. میگه تو چه بخواد چه نخواهی قضای الهی بر تو جاری میشه، این ابتلاء. هر آن چه مانع دید خدا بشه فهم خدا بشه خدا میگیره. عمر از بین میره، جسم فرتوت میشه، ذات دنیا گرفتنه، ذات جسم و جرم. دادیم به واسطه این داره به فقرا کمک میکنه، داره کیف میکنه، بیشتر بهش بدید. پس چی؟ تا موقعی که من گیرم این اسمش میشه بلا و مصیبت. وقتی دیگه گیره این نیست میشه اهمیتی نداره. بچه کوچولو اسباب بازی ازش بگیرین که دنیاش ازش گرفتی، اما وقتی بزرگ میشه خودش از همون اسباب بازی ها میده به بچهای دیگه. بزرگ میشه زن میگیره بچه دارمش خودش بر بچهشون رو میخواد، یه اون اسباب بازی همین جذابیتی براش ندارد. اما وقتی بچه بود، وقتی 3 سالش بود، 4 سالش بود، 5 سالش بود، اون بلا بود گرفتن اون. اون بلا بود گرفتن.